اعتراضات گسترده در پی اعدام دسته جمعی 81 تن در عربستان سعودی دیدبان حقوق بشر میگوید که نمایش وحشیانه از حکومت استبدادی است. شهروندان کشورهای مختلف هم میگن غربی ها چرا در برابر این گونه جنایت ها سکوت کردن؟ سلام بر شما. 15 مارچ و 24 هودی 1400 هجری شمسی است. به دنبال نشر گزارش از بزرگترین اعدام دسته جمعی در عربستان سعودی، میلیون ها نفر در سراسر جهان خشم و انزجارشان را از این عمل وحشیانه آل سعود ابراز کردند. در همین حال دیدبان حقوق بشر گفته است که سوء استفاده سیستماتیک و گسترده دستگاه قضایی عربستان سعودی نشان دهنده این است که محاکمه هیچ یک از این افراد اعدام شده عادلانه نبوده است. عربستان سعودی به تاریخ 12 مارس دست کم 81 تن را که 41 تن از آنان افراد متعلق به شیعه ها بودند اعدام کردند. دیدبان حقوق بشر در گزارش روز سه‌شنبه 15 مارس گفته است که بسیاری از شیعیان سعودی در حال گذراندن حبس طولانی مدت و در انتظار اعدام هستند. مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، گفته است که اعدام دسته جمعی 81 مرد در عربستان سعودی در آخر این هفته نمایش وحشیانه از حکومت استبدادی این کشور با یک سیستم قضایی بود که عادلانه بودن محاکمه ها و احکام آنها را در تردید جدی قرار می‌دهد. وزارت داخل عربستان سعودی با نشر نام‌های این افراد گفته بود که آنان به دلیل جنایتی از جمله قتل و ارتباط با گروه‌های تروریستی خارجی و همچنین جرایم جنایی از جمله ترور مقام‌ها و مهاجران اعدام شدند. و این ترتیب برخی دیگر به اتهام هدف قرار دادن مکان‌های اقتصادی حیاتی، قاچاق سلاح برای بی‌ثبات کردن امنیت، ایجاد اختلاف و ناآرامی و ایجاد شورش و هرج و مرج، کشتن افسران پلیس و کاشت ماین محکوم به اعدام شده بودند. در میان اعدام شدگان 7 شهروند یمن و 1 شهروند سوریه نیز شامل بوده است. گفتنی است که اعدام دسته جمعی 81 تن در عربستان سعودی یکی از بزرگترین اعدام‌های دسته جمعی در تاریخ این کشور و حتی جهان است. این در حالی است که پیش از این مقام‌های عربستان سعودی تعهد داده بودند که مجازات اعدام برای بیشتر جرایم غیر از توهین به مقدسات اسلام را محدود می‌کنند. در همین حال میلیون‌ها نفر در سراسر جهان نسبت به این عمل وحشیانه حکومت عربستان سعودی خشم و انزجارشان را نشان داده و از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و ناتو خواسته است که در قبال این گونه جنایت‌ها خاموش نباشند. آنان گفتند که شما چگونه داد از دموکراسی و حقوق بشر می‌زنید که با کشته شدن یک فرد در کشورهای مخالفتان داد و فریادتان به آسمان‌ها می‌رسد، ولی کشتار دسته جمعی و اعدام 81 فرد را در عربستان سعودی کاملا نادیده گرفته و در قبال این جنایت بزرگ خاموشی اختیار کردین. این افراد باورمند هستند که دموکراسی و حقوق بشر فقط یک نام هست که از آن استفاده ابزاری می‌شود تا آمریکا و متحدانش به اهداف خودشان دست یابند.